سلام دوستان، خب تو این جلسه از پاور بی آی ما میخواییم در خصوص یکی دیگه از ابزارهای جالب پاور بی آی صحبت بکنیم که دیکامپوزیشن تری هستش که اینجا میخواییم الان صحبت بکنیم. حالا من اینجا یه ریپورت دیگه درست میکنم به نام تری میذارم که خلاصه باشه. خب دیکامپوزیشن تری رو میتونین اینجا قرار بدین، یا یعنی اینکه بیاین تو قسمت insert دیکامپوزیشن تری رو بزنین که یه دونه واسهتون بندازه. خب دیکامپوزیشن تری به ما کمک میکنه که یک ستون عددی رو تجزیهش کنیم به طبقات مختلف. خب همونطور که از اسمش هم پیداست، دیکامپوزیشن میشه تجزیه و دیکامپوزیشن تری میشه درخت تجزیه، و من با استفاده از اون میتونم تعیین بکنم که تو طبقات مختلف موجود جریانهای بالا یا جریانهای پایین برای اون ستون کدوم ها هستن، یا اینکه واسه هزینه یا مثلا هزینه حمل و نقل من بیام اینو تجزیه بکنم ببینم این هزینه حمل و نقل مربوط به کدوم محصولات هستش و این مربوط به کدوم طریقه های حمل و نقل هستش و مربوط به کدوم پکیج سایزا هستش که اینجا دارم. پس میتونم همینطور تجزیهش کنم و ببینم کجا بیشتر هزینه کردم که برم اون قسمت رو آنالایز کنم و هزینه‌هامو کم بکنم. خب بیاییم مثلا سود رو نگاه کنیم. من سود رو اگر اینجا تیکش رو بزنم میاد تو قسمت آنالایز میشینه، چون یک ستون عددی هست که من میخوام این رو تجزیه تحلیلش بکنم. حالا من اینو بزرگش میکنم. خب بعد میام اینجا میگم که سود رو میخوام اول ببینم از کدوم استان‌ها بیشتر نشأت گرفته. بر فرض مثلا اینجا تیکش رو میزنم اکسپلین بای میره و میبینیم که اینجا یه علامت مثبت میاره. این علامت مثبت رو اگر بزنم میگه میخوای مقادیر زیاد رو تشخیص بدی یا مقادیر کم یا کلا پروینسا رو بذارم واسط. من میگم مقادیر زیاد، میخوام ببینم سود جریان سود از بیشتر از کجا میاد، که میاد میگه ترتیب میکنه اینجا همه استان ها رو، میگه از اونتاریو میاد مثلا. حالا میخوام ببینم که از کدوم بخش از مشتریان بیشترین سوداوری رو دارم. من کاستمر سکشن رو میندازم. حالا اینجا میاد ترتیبش رو بر فرض خودش عوض میکنه، که این دیگه دست خودتون هست، میتونین ترتیبش رو تغییر بدین، مثلا اینو بکشین بیارین پایین‌تر یا همینطوری بگیم باشه. مثلا من میارم پایین‌تر. خب دوباره میام میگم که جریان بالا کدوم هستش. بعد میخوام ببینم که از کدوم طبقه از محصولات هست که من بیشترین سوداوری رو داشتم. دوباره تیکش رو میذارم و های ولیو رو اینجا سلکت میکنم که بندازه. و بعد از اون میخوام ببینم که کدوم پروداکت ساب کاتگوری ها هستش و این رو دوباره میندازم. ببینید این الان کاستمر سکشن رو باز پایین انداخته، من ترتیبش رو خودم درست میکنم میذارم اینجا و بعد میام اینجا میذارم که بزرگ بشه. خب بعد از اون حتی میخوام ببینم اصلا کدوم محصول هستش که بیشترین سوداوری رو واسه من داشته. یه مسیر از اول تا آخر که به سود زیاد رسیدم رو واسه من مشخص میکنه و میتونم بگم که الان این استان من هستش. حالا میتونم استراتژی های تبلیغاتیم رو واسهش بچینم و مثلا بگم چرا روی این بیشترین سود رو داشتم، چه اتفاقاتی افتاده، واسه این یکی هم انجام بدم و کارهای بازاریابی مثلا انجام بدم که سود کمی داشتم، یا اینکه مثلا میتونم مثلا روی استانهای مختلف برم و کلیک کردن روشون و ببینم چه جریانی مثلا از کورپوریشن اومده. میبینیم که اینجا کورپوریشن دومه دیگه، برتر نیستش و اسمال بیزنس ها تو این استان هستن که بیشترین سوداوری داشته. یا اینکه اصلا بیام اونی که استانی که کمترین سوداوری داشته رو نگاه بکنم. اینجا میبینم که این استان که کمترین سوداوری رو داشتم بیشتر افراد، بیشتر بخش بازارمون واسه مشتریان مصرفی بوده که فرنیچر خریدن و حالا بیشتر میز خریدن. پس من اینجا میتونم ببینم که آقا این محصول من سوداوری خوبی داشته ولی تعدادش کم بوده. میتونم بیام تبلیغاتم رو متمرکز کنم روی این محصول و بیام اینجا بیشتر این محصول رو تبلیغ کنم ببینم آیا افزایش پیدا میکنه سوداوری من یا نه. خب این میشه دیکامپوزیشن تری توی پاور بی آی که خیلی میتونه بهمون کمک کنه که ما عوامل رو تجزیه کنیم و ببینیم چه اتفاقی داره میافته. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.